به هشم ناسه و نسلی اقبا با عرض شبات شلوم حضور کلیه شنوندگان و بینندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش و تورا پارشای این هفته لخلخا برای سلامتی و تندرسی کلیه سربازانمون که هشم نگهدار اونها باشه آمن و شفای خیلی راجل همه بیماران و شانون باید برای کلیه خانواده ها و نیز برای لونیشمت کل خنیفتاریم و اسرائیل شروع میکنم. کنم تراسی و لانو موش مراشا کیلت و یوم ال اورام لخ لخا مرس خا می ممالد تیخا و می بیت خا اشیر ار خداوند به ابرام فرمود از این سرزمین و از خانه پدرت برو و اون جایی که به تو نشان خواهم داد و اصحال گوی تو را به قوم بزرگ مبدل خواهم کرد و تو را برکت خواهم داد و نامت بزرگ و مشهور شوی و برکت باشی موافقین تو را برکت می خواهم داد و مخالفینت را لعنت خواهم کرد و به خاطر تو تمام اهل این زمین برکت خواهم داد و یلخ ابرام که اشر دی بردونای الام و ابرام در سن هفتاد و پنج سالگی از خاران و خارج شد و به سرزمین کناعن همون عرض موعود رسید و هی را بارست قحطی همه را فرا گرفت و ابرام به سرزمین مصر کوچ کرد و هی به و ابرام همین که ابرام به مصر رسی و مصریان سارا را دیدن که زنی بسیار زیبا است تعریف او را به پادشاه کردند و سارا به خانه فرعون پادشاه مصر برده شد و خداوند فرعون را بلایی داد که متوجه شد سارا زن ابرام است و نه خواهر او اخر حد واریم حائل های یا های و ابرام بعد از این مطالب کلام خدا به ابرام واقع شد که نترس من نگهدار تو هم و مزد تو بسیار است و به ابرام فرمود بیرون بیا و آسمان را نگاه کن هرگاه بتوانی ستاره ها را شماره کنی نسل تو هم شمرده شود و اون به خدا اعتماد کرد و حقیمتی اتبریتی بین و بین خان اون عهدی که بین من تو است برای تو و فرزندانت و نسلهای بعد تا ابد ثابت خواهم کرد تا بدانی که من خدای تو هم به نسل تو بعد از تو سرزمین کنان خواهم داد و خدای آنها خواهم بود و خداوند به ابرام فرمود که از این به بعد نام تو ابراهام و نام سارای سارا خواهد بود و فرزندی به سارا خواهم داد که او را ایسخاک بنامید و این گفته سال دیگر ثابت خواهد شد تا اینجا ترجمه قسمتی از پارشای لخلخا که فردا در بات کنست خونده میشه قبلا دیدیم ترخ به در ابراهام دو پسرانش ابراهام و ناهور و لط و سارا که نواهای او بودن از پسر دیگری به نام هاران که فوت کرده بود از زمین کلدانیان خارج شد و به خاران که سرزمین کناعان بود آمد و ترخ در سن پنج سالگی فوت کرد و سپس خداوند به ابرام فرمود از اینجا خارج شو و به اون سرزمینی که قراره به فرزندان تو بدم برو ولی نگفت کدام سرزمین در اینجا خداوند چندین نوید به ابراهام داد که البته هنوز نام او اورام بود که طبق دو کلمه لخ لخا که جمعا میشه صد به اون نوی داد که چون از خاران بروی یک صد سال دیگر زنده خواهید بود که میدونیم ابراهام صد و هفتاد و پنج سال عمر کرد طبق کلام تورا او در سن هفتاد و پنج ساله بود که از خاران خارج شد و این کتاب تا به آل ابراهام و سارا دارای فرزندی نشده بودند که خداوند به او بشارت داد که در سن صد سالگی از سارا دارای فرزندی خواهی شد و خداوند سه براخا و بشارت به ابراهام داد که هم بارور و زیاد خواهند شد و هم به مال و ثروت زیاد خواهد رسید و هم بسیار مشهور خواهد شد که تمام دنیا او را بشناسند خداوند خودش آدم هاریشون را برخا کرد نو را هم خداوند خودش برخا کرد اما از اینجا به بعد برخا را برخا کردن را البته به دیگران به دست ابراهام داد که می نویسه هر کس که تو, را... که تو او را برخا کنی قبوله و به های تو خواهند رسید و میبینیم که خداوند نفرمود چه سرزمینی میخواهد به اون نشون بده بلکه فرمود از خانه پدر از ملک و وطنت خارج بشو که این سوال پیش میاد که ابراهام چه میدونست کدام طرف باید, باید, حرکت کنه و قوت نداشت که بدون اون محل که خداوند میفرماد کجاست بلکه بزرگان تورا میفرمایند خداوند آنان حکاود جلو او فرستاد و این ابرهای مقدس او را راهنمایی میکردند و چون ابراهام به سرزمین شخم رسید خداوند به او کوه گریزیم و کوه ایوان نشان داد که چگونه بنی اسرائیل در اینجا براخاهای تورا را توسط کوهنیم خواهند گرفت و حتی شست حروفی که در برکت کوهنیم هست به اون نشون داد ببینیم و ابراهام در اینجا اول چادر سارا را برپا کرد و بعد چادر خودش چون هر کدام جداگونه مردم را راهنمایی و ارشاد می کردن و به خدا شناسی می آوردن ابراهام مردان را و سارا زنان را در چادر خودشان هر کدام ارشاد می کردن. پس از گذشت زمان در سرزمین کناهان قحطی شد و ابراهام ناگزیر شد به مصر بره چون در اونجا قحطی نبود و چون به مصر نزدیک شدن و ابراهام مردم سیاه چهره اونجا را دید که یک مرتبه متوجه شد که سارا زنش بسیار زیبا است و امکان داره اونها او را بکشن یا ابراهام را بکشند و زنش را ببرند ابراهام از سارا خواست که نگوید که زن او است بلکه بگوید خواهرش است چون میدانست اگر امکان چنین واقعی بشه خداوند به کمک سارا خواهد آمد و سارا هم دختر برادرش بود سارا دختر برادر ابراهام بود که مثل خواهر خودشه و اگر بگیم که خواهر منه حتی به من کاری نخواهند داشت و بلکه مرا روی چشم خودش هم قرار میدم البته به خاطر تو و عاقبت خبر به گوش سلطان رسید که زنی بسیار زیبا همراه برادرش به شهر ما اومده سارا را به خونه سلطان, سلطان بردن و هدیه ها چون گوسفندان اولاغ ها شطر ها کنیزان غلامان به خانه ابراهام سرازیر شد از طرف دیگه خداوند چنین بلایی به سلطان و خانوادهش داد که فورا متوجه شد سلطان متوجه شد که این زن زن ابراهام است و نه او سلطان ابراهام را نزد خود خوند و توضیح خواست چرا چنین کردی که ابراهام حقیقت را گفت اگر بفهمند زن مرا مرا میکشند و سلطان سارا را که دست نخورده بود به ابراهام برگردان و او را روانه کرد ابراهام با لوت و اون چه که داشت رو به جنوب حرکت کردند ابراهام و لوت به علت کسرت گله و رمی که داشتند و امکان با هم بودن برایشان نبود هر کدام به طرفی رفتن که ابراهام انتخاب را به لط داد و او روانه صدم و امورا شد مردم صدم و امورا بسیار خطاکار و بد بودند. بعد از جدا شدن ابراهام از لط خداوند به او فرمود بلند و به تمام طول و عرض این سرزمین را نگاه کن زیرا این همون جایی است که به فرزندان تو خواهم داد و ابراهام به خبرون آمد و در آنجا چادر زد و برای خدا قربانی ها گذران و در آن زمان در این نواحی پادشاهی بود به نام امرافل که به نوشته کتاب های مقدس و گفته بزرگان تو را این همان نیمرود بود که دستور داد ابراهام را به کوره آتش انداختند بین پنج پادشاهان که در آن اطراف بودند جنگی در گرفت چون مردم متمرد شده بودند و خواستار تغییر رژیم بودند و اینکه عاقبت پادشاهان سدوم و امورا در چاهایی که در اون صحرا بود فرو رفتند و فاتحان داخل سدوم و امورا شدند و اونجا را قارت کردند و لط را هم که ساکن اونجا بود به اسارت بردن کسی به نام اوگ به ابراهام آوینو خبر داد که لط پسر برادرش به اسارت برده شده ابراهام الیزر نوکرش را که نیمرد به او داده بود بعد از اینکه از کوره آتش بیرون آمد با خود گرفت و فاتحان را تعقیب کرد و اون را به اسیری برده بودند و مالهایی که به قنیمت گرفته بودن همه را به صدوم برگردان و لط را هم آزاد کرد در برگشتن ابراهام مردم را به رهبری خود قرار دادن و ملکی صدق که همون شم پسر نوخ بود برای او مهمانی ترتیب داد و نان و یعین کهنه برای او گذاشت شم که بسیار سالمند بود ابراهام را برخا کرد از ابراهام خواستند که تمام اون قنیمت مال او باشد ولی او هیچ قبول نکرد حتی بند کفشی بعد از این جریانات خداوند به ابراهام ظاهر شد که نسل تو چون ستارگان آسمان بیشمار خواهند شد و مزد تو بسیار عظیم است ابراهام از خداوند پرسید من که بچه ای ندارم که ارث بر من باشه چگونه تو به من میگویی که به من که من فرزندی داشته باشم و ارث بر داشته باشم که خداوند فرمود به خاطر اون ایمان که به من داشتی به تو همه چیز خواهم داد و خداوند به او فرمود فرزندان تو چهارصد سال بیگانگان را خدمت خواهند کرد و سپس با ثروتی عظیم و سرشار از اونجا خارج خواهند شد مگر چه شده بود که بایست بود فرزندان ابراهام چهارصد سال خدمت مصریان کنند بلکه زمانی که ابراهام نزد سلطان مصر رفت و سلطان خود را خدا میدانست و در موقع ورود به قصر سلطنتی که ورودی سالن آن بسیار کوتاه بود تا هر کس وارد می شود به خدا سجده کند و چون ابراهام وارد شد سردر کوتاه بلند شد و ابراهام بدون سجده کردن وارد سالن شد چون پادشاه این معجزه را به چشم خود دید به پا شد به چهار قدم به استقبال ابراهام آمد و او خود را که خدا میدانست خود را شکست و گفت من خدا نیستم بلکه این انسان خدا هست به همین خاطر خود شکستگی و چهار قدم جلو آمدن خداوند به او فرمود چهارصد سال فرزندان تو قوم او را خدمت خواهند کرد ببینیم افتادگی چقدر مهمه کسی که آناوه کسی که خودش را میشکنه کسی که گعوا نداره کسی که سربلند نمیکنه. و خداوند فرمود از تولد یزخاق تا خروج که میبینیم از تولد خور... یزخاق تا خروج قوم بنیسار از مصر درست چهار ست سال میگذره و پادشاه مصر دختر خودش به نام هاگار به عنوان کلفت به او هدیه داد و این جریان را روز ما روزنامه نگاران آن زمان که در دربار سلطنتی بودند نوشتند و در گنج خونه سلطنتی به یاد بود گذاشتند که چنین اتفاقی شده و مردم به او سر فرود آوردن و ابراهام یهودی که ابراهام یهودی اون بزرگوار است ابراهام برای خداوند قربانی ها گذاران و اون را به نام بن تاریم نامید در این زمان پس از ده سال سارا حامله نشده بود به ابراهام پیشنهاد داد که با هاگار عقد کند و شاید خداوند فرزندی به او بدهد هاگار به عقد ابراهام درآمد حامله شد روزی هاگار حس کرد که سارا به او در غضب است از خانه فرار کرد ملاخ خدا به او ظاهر شد و گفت به خانه ابراهام برگرد رنج تو بی جواب ما... نخواهد ماند تو پسر خواهی زاهید و بزرگ و قوم رهبر قوم عظیم خواهد شد هاگار به خانه ابراهام برگشت پسری زایید که ابراهام او را یشمائل خان ابراهام هشتاد و شش ساله بود که دارای یشمائل شد در سن نود و نه سالگی خداوند به او ظاهر شد و به او فرمود شرطم را با تو ثابت می کنم از تو سلاطین به دنیا خواهند آمد نام تو دیگر ابرام نیست بلکه ابراهام و نام سارای سارا خواهد بود چون نام شما را تغییر دادم مزال و شانس شما هم تغییر خواهد کرد و از سارا نیز دارای فرزندی خواهی شد کلام خداوند به انجام رسید سارا در سن نود سالگی حامله شد و یسخاک را زایید خداوند به او فرمود او را در روز هشتم تولد برید کن و ابراهام در روز هشتم یسخاک و تمام ذکور خانش را و یه که سیزده ساله شده بود و خودش را برید کرد و اما می بینیم در آخر پارشا جریان دستور خداوند به ابراهام که پسرش ساق را قربان بیاورد و اینکه ابراهام هیچ نپرسید که تو دیروز به من گفتی از ایساق دارای فرزندان بسیار خواهم شد و او هنوز حتی زن هم ندارد و حالا میگوی او را قربان بیاورم ولی از اون جایی که ابراهام اونقدر ایمانش به خدا بود و او را بالاتر از همه چیز میدانست و او را از ته دل دوست داشت هیچ سوال نکرد و هیچ شکی هم نکرد تا اینکه خداوند به او فرمود اتا یا دعت یره الوهیم اتا ترس از خدا دو نوع است یکی ترس از خدا داره و, یک و یکی خدا را میترسه در این حالت است که ابراهام بود یکی ترس از خدا داره وقتی که او را میبینه یا فکر میکنه و یکی ترس از خدا داره چون او را نمیبینه ترس او را داره دیدن و ندیدن برایش یکیه در همه جا و در همه حال خدا را در نظر داره یکی از بزرگان تورا که در علام حبا ارزانی شده هارا خیم کنیویسکی که سن خیلی بالایی هم داشتن زخدو یاگن و, زخد و اسرائیل تعریف کردن که یکی از های آمریکا برای او تعریف کرده که در بیتکنیست هر روز صبح ساعت هفت و بعد از ظهر ساعت پنج تفیلا میخونن یک نفر هر روز دقیقا ده دقیقه چه صبح و چه از دیر می رسید ولی هر سه وعده برای تفیلا می اومد. یک روزی ها را به او نزدیک شده گفت تو که اینقدر سعی می کنی بیایی بیت کنیسه سعی کن سر وقتم بیایی همیشه وقت تو ده دقیقه دیرتر می رسید. اون شخص که ثروتمند بزرگی بود و دارای یک خارخانه پارچه بافی بود که البته بسیار بزرگ و بسیار کارگرها داشت صدها کارگر داشت گفت چه فرقی میکنه ده دقیقه زودتر ده دقیقه دیرتر بالاخره رسیدم و هر دفعه جوابش این بود مدتها گذشت یک روز راو دید که اون شخص درست سر موقع میاد سر تفیلا و هیچ دیر نمیکنه را خیلی تعجب کرد رفت جلو و ازش پرسید و خیلی خوشحال هستم که شما هر روز سر وقت می و اون ثروتمند جواب داد ده دقیقه کم و زیاد را جوابش گرفتم صبح که به کارخانه رسیدم دیدم از گوشه از کارخونه دود داره میشه فورا به آتش نشانی خبر دادم و گفتم عجله کنید که الان آتش تمام کارخونه سرایت میکنه گفته همین چند دقیقه میرسه سه دقیقه گذشت خبری نشد شش دقیقه گذشت خبری نشد پس از ده دقیقه چند ماشین آتش نشانی رسید که دیگر تقریبا آتش همه کارخونه را گرفته بود از متصدی پرسیدم اگر چند دقیقه زودتر می اومدین شاید قسمتی از کارخانه را نجات میدادید همین چند دقیقه دیر رسیدنتون همه کارخونه از بین رفت اون شخص گفت چند دقیقه دیرتر یا زودتر بالاخره رسیدیم چه فرقی میکنه دیدم درست همون کلمه که من برای تفیلا به خودم جواب دادم که ده دقیقه کمتر ده دقیقه بیشتر چی میشه تصمیم گرفتم که سر وقت جوابش را گرفتم و تصمیم گرفتم که سر وقت به تفیلا برسم تا اینجا هم برنامه امروزمون آدینه ایر و شبات کدش دوازدهم خشوان پنج دار و چهار کنیست شبات ساعت پنج و سی و سه دقیقه و سه شبات هم فردا ساعت شش و سی و سه دقیقه در یروشلم کنیست چبات پنج و نوزده دقیقه و سه چبات شش و سی و یک دقیقه خواهد بود فردا پارش های لخلخا و هفتار های لاما تو اکوب خونده میشه سه چیزم فراموش نمی کنیم ایشا ناا ناای و کلیم نایم زن در دو مورد شخینا را با خود داره زمانی که برای خواهی های شبات را میگه و زمانی که از میکوه برمیگرده شخینا بالای سر او هست ایش و ایشا زاخو شخینا بین هم یود و کی خخمد ایشا بانتاب بیشا زن اغ خونهش را میدونه چگونه درست کنه چگونه سر و سامان بده چگونه تو خونه باید داشته باشه امیدواریم برای همه باشه با عرض تشکر از کلیه بینندگان و شنواندگانمون در کلیه گروه ها و تلویزیون های پخش تو را و اولیای محترم برای شما شبات آرام برای ام اسرائیل شبات آرام برای تمام جماعت اسرائیل در دنیا و برای کشور اسرائیل آرامش به حد همین شبات قدش سلامتی و همگی همگی را از خداوند متعال خواستار هستم شبات شالوم صدای تورا صدای جاویدان امیر یشعیا